سرخط خبرها و مهمترین ها، یافته های بی بی سی، نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان زندانیان و غیر نظامیان را کشتند. گزارش فارین پالیسی از جنگ معدن در افغانستان، حقانی کنترل خود بر معادن را گسترش می دهد. درگیری شدید میان مرزبانان ایرانی و طالبان. طالبان در شمال کشور از پیشرفت های نظامی جبهه مقاومت سراسیمه و شگفت زده شدند. در ادامه، ایلان ماسک در واکنش به نامزدی ترامپ در انتخابات، کلاهت را بردار و برو آفتاب بگیر. یافته های بی بی سی نشان می دهد که نیروهای ویژه بریتانیا در جریان ماموریت در افغانستان بارها زندانیان و مردان غیر مسلح را به گونه مشکوک کشتند. بی بی سی گزارش های نظامی را به دست آورده که نشان می دهد یک واحد ممکن است در یک دوره 6 ماه 54 نفر را به طور غیر قانونی کشته باشد. این رسانه می گوید شواهد را به دست آورده است که نشان می دهد رئیس سابق نیروهای ویژه بریتانیا شواهد را برای تحقیقات در مورد قتل‌های انجام شده در افغانستان ارائه نکرده است. وزارت دفاع بریتانیا در واکنش به این ادعا گفته است که سربازان این کشور در افغانستان با شجاعت و به گونه حرفه‌ای خدمت کردند. بی بی سی دریافته است که جنرال مارک کارلتون اسمیت، فرمانده سابق نیروهای ویژه بریتانیا در مورد قتل‌های غیر قانونی ادعا شده مطلع شده بود، اما مدارک را به پلیس نظامی سلطنتی منتقل نکرد. جنرال اسمیت در این گزارش متهم شده است که حتی زمانی که تحقیقات در مورد قتل‌های غیر قانونی در افغانستان جریان داشت، نیز او مدارک را شریک نکرده است. بی بی سی می گوید این فرمانده پیشین ارتش بریتانیا از احضار نظر در مورد این ماجرا خودداری کرده است. گسترش فورین پالیسی از جنگ معدن در افغانستان، حقانی کنترل خود بر معدن را گسترش می دهد. فورین پالیسی به نقل از یک کارشناس معدن گزارش شده است که سراج الدین حقانی در حال گسترش کنترل خود بر معدن افغانستان است، زیرا او درک می کند که با افزایش اختلافات درونی طالبان و احتمال وقوع جنگ داخلی بین این گروه کسی صاحب قدرت خواهد بود که پول استخراج معدن را در اختیار دارد. جاوید نورانی، پژوهشگر مستقل و کارشناس معدن، به فارین پالیسی گفته است شبکه حقانی در نخست یک بازیگر حاشیه‌ای در درون طالبان بود، اما زمانی که کنترل کامل بخش معدن را در دست گرفت، وارد صحنه مرکزی گروه طالبان شد. فارین پالیسی نوشته است با در نظر داشت وضعیت و شرایطی که افغانستان دارد، بخش معدن پایه قدرت و بقای کسانی را تضمین می‌کند که ساعات معدنی را تحت کنترل دارند. در چنین وضعیت این بخش برای ثروت اندوزی شخصی افراد استفاده خواهد شد، نه به عنوان موتور برای رشد اقتصادی سراسری کشور. درگیری میان طالبان و نیروهای مرزی ایران در نیمروز. مقامات محلی طالبان در ولایت نیمروز تبادل آتش میان نیروهای این گروه و نظامیان مرزی ایران در سرحد ولسوالی گنگ را تایید کردند. به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه‌ها، ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در نیمروز در خبرنامه گفته است که این درگیری چاشت روز دوشنبه 20 سرطان به دلیل سوء تفاهم رخ داده است. به نقل از خبرنامه، این درگیری مهار شده و نگرانی وجود ندارد. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در عین حال درگیری شدید میان این گروه و نظامیان مرزی ایران را رد کرده است. این چندمین بار است که نیروهای طالبان و نظامیان مرزی ایران درگیر می شوند. پیام صوتی منتسب به وزیر دفاع طالبان: شما را قسم به خدا اطاعت کنید. یک پیام صوتی منتسب به یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که او را نگران آشفتگی و عدم مسئولیت پذیری برخی از فرماندهان پایین رتبه و سربازان طالبان نشان می‌دهد. در این پیام صوتی گوینده به فرماندهان تحت امرش هشدار داده و گفته است مسئولیت بار سنگین است، اگر از پس آن بر نمی‌آیید به فرد دیگر واگذار خواهد شد. دو پیام صوتی کوتاه به زبان پشتو روز گذشته در تویتر بلال سروری، خبرنگار افغان که پس از ریکار آمدن طالبان مجبور شد از افغانستان خارج شود، منتشر شد. مشخص نیست که این دو پیام کوتاه صوتی به چه کسی فرستاده شده است. طالبان در مورد ساعت و سقم این پیام اظهار نظر نکردند و به پرسش بی بی سی در این زمینه تا کنون پاسخی نداده است. در پیام سرپرست وزارت دفاع طالبان به این گروه اشاره شده و گوینده این پیام صوتی گفته است که نیروهای وابسته به طالبان در این منطقه حضور نداشتند و در واقع با آمدن عید، یعنی عید قربان، آنجا را ترک کرده بودند. او میگوید
یکی خانه خود روان شده، یکی جای دیگره، شمار هم به حج رفتن. او در ادامه میگوید که شمار قسم به خدا اطاعت کنید، آل و مسئولیت به دوش ماست، تجلیل مناسبت ها را کنار بگذارید و متوجه کار باشید، ورنه این گونه رویدادها پیش می آیند. او خطاب به دوستان میگوید که آنچه به شما دستور داده می شود را انجام دهید، به ما اطمینان می دهید که این دستور کار شده است، در حالی که خود شما هم بیخبرید. روز بعد روشن می شود که موضوع آن دار نبوده. او در این پیام صوتی با اشاره به سهل انگاری نیروهای طالبان میگوید من میگویم فلان جا بروید، میگوین رفتیم رسیدیم، در حالی که یک نفر هم اونجا نرفته. در ماه‌های گذشته منابع محلی گزارش دادند که نیروهای امنیتی طالبان در نقاط مختلف افغانستان از مردم محل نان و آب می‌خواهند. بعد از تجدید جنگ در پنجشیراندراب ولایت بغلان، طالبان نیروهای بیشتر به آن مناطق فرستادند، اما گفته مردم طالبان نمی‌توانند نیازهای ابتدایی سربازان خود را مهیا کنند و آنها از مردم محل درخواست غذا می‌کنند. ایلان ماسک در واکنش به نامزدی ترامپ در انتخابات، کلاهت را بردار و برو آفتاب بگیر. میلیاردر آمریکایی، مدیر عامل تسلا و اسپیس ایکس در رشته تویت خطاب به رئیس جمهور پیشین آمریکا گفت که فکر میکند دونالد ترامپ باید کلاهش را بردارد و به سمت غروب آفتاب حرکت کند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از پایگاه خبری CNBC، ایلان ماسک مدیر عامل تسلا و اسپیس ایکس روز دوشنبه در رشته تویت های خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا گفت از یاد طلبی های خود در خصوص بازگشت به عرصه سیاست دست بردارد. این رشته تویت های ایلان ماسک مدیر عامل میلیاردر شرکت تسلا پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا تا سخنرانی در جمع هوادارانش در انکریج آلاسکا انتقادات تند را علیه ماسک ایراد کرد. ماسک در تویت نوشت من از این مرد ترامپ متنفر نیستم، اما وقتش رسیده که از سیاست خدافیزی کرده و برود دوش آفتاب بگیرد. دموکرات ها نیز باید دست از حمله بردارند، طور جلوه ندهید که انگار تنها رای ترامپ برای بقا به دست آوردن مجدد ریاست جمهوری است. اما همه چیز به اینجا ختم نمی شود. ایلان ماسک در خصوص سن ترامپ هم اظهار نظر کرد و در ادامه تویت هایش نوشت در پایان دوره ترامپ 82 ساله خواهد شد که برای مدیریت هر کار بسیار پیر است. ایالات متحده امریکا را تنها بگذار. ران دیسنتنس والی ایالات فلوریدا در انتخابات ریاست جمهوری 2024 در مقابل جو بایدن رئیس جمهور امریکا شرکت کند. او برایتی خواهد برد. حتی نیاز به تشکیل کارزار ندارد. ایلان ماسک حتی در خصوص اظهارات ترامپ در این سخنرانی که گفته بود ماسک به من رأی داده بود واکنش نشان داد و اظهار کرد صحت ندارد. یک منبع نزدیک برای جمهور سابق اخیراً به رسانه ها گفته که تصمیم رسمی در خصوص حضور ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا گرفته نشده است و افزود این یک تصمیم شخصی میان ترامپ و خانواده اش است. سپاس که تا این دم با ما بودید.